فعلا احتیاج نداری. 15 16 ساعت در روز باید وقت بذاری. شب تا صبح مثلا 10 نفر ریختن حسابی کتک کتک. پول 2 سال زندگی کردن تو داشته باشی. دست شما درد نکنه. بلنگ یکی. ما که دست خالی که نیومدیم. از سطح عرف جامعه میتونی سطح زندگی بالاتری داشته باشی. چی برامون آماده کردی؟ خیلی داغونه. روز دومه. سلام. سلام. ساعت چنده؟ ساعت 9 اروپه. 9 اروپه. آقا ما تو نمیدونم شب من تا ساعت 2-3 هم بیدار بودم. ولی بعد که میخوابی صبح میخوای بلندشی خیلی کار سخته. یعنی اصلا آدم یه جوری همچی میگم انگار شب تا صبح مثلا 10 نفر ریختن رو حسابی کتک. اصلا خیلی سخته بلند. بعد که بلند میشه یکم راه میره حالت بهتر میشه. گلوم هم نمیدونم بدتر شده. گلوم فکرم بدتر شده. یه فرنی درست کردم اینا. گفت رضا فرنی بلده. آره. فرنی من نگفتم خودت گفتی توی ویدیو. من گفتم. یه چهار فرنی درست کردم پاتیلی. یه پاتیل فرنی درست کردم با نبات. بزنیم یکم صبحی روشن بشیم. شروع کنیم رو برو بخورم. چقدر اپلی هستی شما. نه. بچه مینا بخوری شده. نگاه کنین. خودت نوبت تو هم میشه. استاد ببینیمت. داره دست تکون میده. این ترکیب چیه؟ نعنا و آبیشن با تو آب جوش. نعنا و آبیشن تو آب جوش. آقا ما دیشب ساعت 9 شب به همون زنگ زدن. اول گفت آقا ترکی بلدی؟ من گفتم نه دیگه انگلیسی لطفا. بعد انگلیسی با هم شروع کرد صحبت کردن که حالتون چطور و نیازی به چیزی دارین به صورت فوری و اینا. که من گفتم نه. گفت اگر چیزی احتیاج داشتین بگین. ما هم گفتیم فعلا احتیاج ندارید. یک آدم بخور گرفته. حالت بهتره؟ قشنگ همه همه تا دل و اندرون رو باز میکنه. باز میکنه. برو پس من بعدش برم. آقا بعدش هم که بعد خوردن فرنی یکم حالمون بهتر شد. خدا رو شکر. بچه مینا خانم هم که میبینین در حال ادیت و تو که ظاهر شدی. شکارش کردم. آقا صدای منی که میبینین انگار یه چیزی قورت داره پایین نمیره. آره. اینجوری. بعد داریم هی دمنوش و اینا میخوریم. مینا خانم هم مشغول ادیته. در همه حال من مشغول ادیتم. آره ما یه برنامه ریزی داریم برای کارامون برای ادیت کردن و حالا جاهایی که میریم و اینا که حالا اونو بهتون میگیم امروز. کم کم داری تموم میشه صدات. آقا داره برای مسخره میکنه. آقا منم بگم اینو باعث آقا من همت کردم رفتم دوش گرفتم با اینکه خیلی آدم داغونی بودم ولی همت مضاعف انجام دادم رفتم. من همت رو دیشب کردم. احسن. بعد بچه امروز میخوایم در مورد مهمترین نمیتونم بگم ولی بیشترین سوال و پرتکرارترین سوال شما از خودمون پاسخگویی داشته باشیم. احسن. اونم اینه که به اون میگیم که شغلتون چیه. آقا در یک کلام شغل ما یوتیوبر. نه شغل ما یوتیوبریه. خب ولی اینکه حالا یوتیوبر چیه چی کار میکنه و اینا بعد مثلا درآمد چقدر چرا و چگونه. آره بعد اینا رو بهتون توضیح بدیم چون که خیلی تو ایران یوتیوبری رو شغل نمیدونن و فهم میکنن که این اصلا شغل. چون بهم میگن که بعضی میگن ما یوتیوبریم. میگه خب نه شغلت چیه. بعد هیچ اینا رو میخوایم بهتون توضیح بدیم. مینا خانم هم حالا ادیتش رو انجام بده یکم سرش خلوت شه بشینیم با هم دیگه دوتایی در موردش باهاتون صحبت کنیم. با اجازه. آقا مینا خانم داره غذا رو میاره که بزنیم. آقا این قرار بود که در مورد مهمترین و پرتکرارترین سوالتون صحبت بکنیم. اونم اینه که شغلتون چیه. ببینین ما انتخاب کردیم که شغلمون توی ترکیه یوتیوبری باشه. یوتیوبری برخلاف اون چیزی که حالا خیلی‌ها فکر می‌کنن شغل نیست. اگر شغل هست. شغل هست و اگر بخوای تمام وقت روش وقت بذاری شغل بسیار بسیار پر وقت گیری هم هست. پر وقت گیر.
به خاطر اینکه زمان خیلی خیلی زیاد رو ازتون میگیره. ببینین ما یه برنامه ریزی داریم، ما بر اساس اینکه حالا برنامه که میبینیم که آقا بر طول هفته قرار برنامه همون چی باشه، مثلا یه آشپزی داریم، یه ویدیوی شورتس داریم، یه دونه مثلا دوتا مهاجرتی داشتیم توی ماه گذشته و همینجور برنامه ریزی داریم، مثلا برند غذایی قرار ببینیم، میبینیم داخل خونه است یا خارج خونه است، بعد اطلاعات باید جمع بکنیم. بعد از اینکه اطلاعات رو جمع کردیم ببینیم هواشناسی رو چک بکنیم ببینیم هوا کدوم روز خوبه که بریم بیرون و اون بیرونیه رو بگیریم، اون روزایی که خب خیلی هوا خوب نباشه و اینا رو بیشتر میذاریم ویدیوهای داخل خونه رو میگیریم. دست شما درد نکنه. این مرغ زیرش مثلا، آره نه مرغی که با یه مقدار هویج و آلو و اینجور چیزا روش پوشونده شده، بازم بو حس نمیکنی؟ نه بذارم اینم منم بو حس نمیکنم. موثره توش؟ نه من حس میکنم قشنگ بوی آلوش برای من میاد. بعد نگاه کنیم بچه ها، این زمان میذاریم، بعد حالا برنامه ریزی میکنیم میریم برای فیلم برداری، بعد هم که حالا فیلم ها رو گرفتیم دیگه مینا شروع میکنه به ادیتش و همزمان که مینا داره ادیت رو انجام میده من دارم تبلیغات انجام میدم توی حالا برنج رو ببینیم. به به چه خوشگل در مونده، نمیدونم قالبی در مونده، خوشگل در مونده، آفرین بخورم. خب دیگه هیچی متشکرم. حالا ببینیم بچه دو دقیقه دیگه دوباره حرف میزنه. بعد تبلیغات انجام میدم، پیگیری تبلیغات رو انجام میدم، کامنت ها رو جواب میدم و اینا، برای همین این خیلی ازمون وقت میگیره و برنامه ریزی و تحقیق برای اینکه ادامه کارمون رو قرار چیکار بکنیم. روی همین حساب زمان بسیار بسیار زیادی ازمون میگیره. ما ویدیوهای یوتیوبرایی که شبیه خودمون هستن رو میبینیم، یوتیوبرای بزرگ رو می‌بینیم که چه کارهایی انجام میدن، کارهای روزشون چیه و اینا، برای همین یه مقداری زمان خیلی زیادی رو برای این کار باید بذاریم. ولی من فکر میکنم اگر کسی واقعا بخواد یوتیوبری بکنه تنهایی، اگر بکنه یعنی ادیت رو هم بخواد خودش بزنه، فکر میکنم 15-16 ساعت در روز باید وقت بذاره. آره. ما که الان داریم دو نفری کار میکنیم، فکر میکنم مفید کار کردنمون 12 ساعت رو هر کدوممون در روز رد بکنه، درسته؟ شاید بعضی روزا هم بیشتر، تازه روزایی که دوتا ادیت میزنی تقریبا هم داری که خیلی بیشتر. خود منم که میگم تقریبا اون تبلیغات 24 ساعت هست، یعنی خیلی اوقات دیگه نصف شب هم من دارم حالا کامنت جواب میدم یا دارم تبلیغات انجام میدم توی فیسبوک، برای همین خیلی زمان برای این کار. بعدم یه شغل عرفی هستش توی خارج از کشور و جدیدن هم توی ایران، جدیدن توی ایران، تو ترکیه هم به نظر من جدیدن عرف شده، یعنی اونقدر هنوز، ولی الان دیگه جدیدن دوربین که دستت میبینن، دوربین حرفه‌ای دستت میبینن فهم کنن یوتیوبر. آره میگن یعنی... یوتیوبر. آره یعنی در جریان این قضیه قرار گرفتن و این یه شغله و شغلی هم هست که زمان خیلی زیادی بر روش بذاری تا موفق بشی و طولانی مدت هم باید کار بکنی. ببینین توی این حرفه به نظر من چند نفر خیلی فوق‌العاده بودن، مثلا توی گیم آریا کیوکسر واقعا ترکونده با اون تعداد بسیار زیاد ویدیو و هر روز ویدیو گذاشتن، توی بحث چالش خوتن واقعا ترکونده، یعنی اینکه هر روز بخوای چالش اجرا بکنی خیلی کار سختیه و واقعا مزد 3 سال زحمتشو الان گرفته که انقدر حالا تعداد سابسکرایبر بالایی داره و درآمد بالایی داره. از اون طرف ما داریم فرشاد سایلنت رو میبینیم که ریاکت میره و خیلی موفقه، یعنی هر کس توی حوزه ای کار کرده و بعد 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال با مرتب کار کردن به یه نتیجه خیلی خوبی رسیده. ببینید ما این شغل رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه دو تا جنبه داره، یکی اینکه درآمدش دلاریه، چه توی ایران چه توی ترکیه، شما وقتی درآمد دلاریه خب از سطح عرف جامعه میتونی سطح زندگی بالاتری داشته باشی، و ثانیاً درآمد اصطلاحاً پسیو داره. یعنی چی؟ ما الان قسمت زیادی از درآمدمون برای ویدیوی هزینه 1 ماه زندگیه، یعنی اون هنوز داره ویو میگیره با تعداد خیلی بالا، 10 دلیل مهاجرتمون ویو میگیره بالا، کنسرت شادمهر عقیلی که رفتیم کنسرت، خب جدیدن شادمهر دوباره اومد کنسرت گذاشت، دوباره اون ویدیو اومد بالا، و یعنی شما یه کاریو یه زمانی انجام میدیم تا ابدالدهر داره اون برای درآمد کسب میکنه. حالا یه چیزایی بعدن میفته، یه مقداری ویوها کمتر میشه، درآمدت کمتر میشه، ولی این قضیه ادامه داره و هیچ وقتم قطع نمیشه. بنابراین به نظر من شغل خوبیه،
اما خب یه جنبش هم باید به بچه ها توضیح بدیم واقعا. ببینین همیشگیه، یعنی همیشه باید در حال کار. آره ببین، بعضی ها فکر میکنن خیلی شغل ساده یه میرین خوش میگذرونین و فیلم میگیرین غذا میخورین. ببین اگه دوست نداشتیم که قطعا انجامش نمیدادیم، اما اینکه فکر بکنین خیلی کار ساده یه، به نظر من ساده نیست. برنامه ریزی میخواد، وقت باید بذارین، ادیت باید انجام بدین، روز تعطیل ندارید. آره تعطیل مگر وقتی که بخوای چیز ویدیو کمتر بذارید، یعنی بعد کارتو کم بکنی، کارت هم کم بکنی، یوتیوب سریع شروع میکنه تو رو کمتر نشون دادن. یعنی خیلی راحت یوتیوب وقتی یکی هر روز ویدیو میذاره خیلی جدیتر میگیردش، این آدم داره هر روز برای اون کمپانی وقت میذاره و اونم بیشتر تو رو نشون میده و طبیعتاً رشدت خیلی بیشتر میشه. بنابراین شما باید هر روز ویدیو بذارین اگر میخواین خیلی موفق بشین. خیلی هم کار سختیه، 24 ساعته هر روز بدون تعطیلی باید برین جلو. جدا از این چیزی که میخواستم بگم اینه، ببینین شما برای اینکه تو این کار به نظر من موفق بشین باید یه زمانی رو داشته باشین که ویدیو بسازین. بعد کسی که میخواد ویدیو بسازه خب خیلی هم میگن هزینه زندگی تو از کجا میاری؟ خب ما که دست خالی که نیومدیم که بخوایم با دست خالی بیای یه دفعه شروع کنیم بگی من یوتیوبر میشم خزنمو در میارم. خود یوتیوبر شدن کلی هزینه داره اولش، مثل هر کار دیگه‌ای که سرمایه لازم داره. اینم سرمایه لازم داره، 100 میلیون 200 میلیون اینا نیاز به سرمایه داره. ببین تجهیزاتی که ما داریم، میکروفونمون، دوربینمون، نورامون و هزینه هایی که داریم میکنیم و میریم ولاگا رو میگیریم، در حالی که خب هنوز درآمدی نداریم که اون ولاگا رو بخواد پوشش بده. درآمدمون در اون حد نیست. در اون حد هنوز نیست دیگه. آره و این هزینه ها خب بعد تو داشته باش، بعد هزینه عادی زندگیت هم هست. یعنی اینجوری نبوده که ما با جیب خالی بیایم بگیم ما میخوایم بریم یوتیوبر شیم. نه، باید یه سال دو سال پول داشته باشی یا یه شغلی داشته باشی که از اون درآمد داشته باشی کنارش یوتیوبری بکنی، که اون به نظر من خیلی سخته. ولی اگه بیخ میگه آقا من میخوام یوتیوبر شم، درآمدم میخوام از یوتیوب باشه و بچرخه، به نظر من باید دو سال پول دو سال زندگی کردن تو داشته باشی هر جای دنیا که هستی. آقا کانادا زندگی میکنی، سوئد زندگی میکنی، ترکیه، ایرانی، هر جا هستی دو سال پول زندگی داری، اوکی که درآمد اصلا فرض کن صفر درآمدت. خب دو سال هر روز ویدیو بساز، همین کارو بکنه، 700 تا ویدیو داره. خب 700 تا ویدیو داری و موضوعت هم بالاخره سلیقه مخاطب دستت اومده، با مخاطبات ارتباط گرفتی، شروع می‌کنی به روش کردن، یوتیوب هم تو رو جدی میگیره، بیشتر نشونت میده، مخاطبایی که ویدیو سبک تو رو دوست دارن بیشتر با آشنا میشن و همینجوری رشد میکنی و بعدش به یه درآمدی میرسی که خیلی معقوله، میتونه زندگی تو هر جای دنیا باشی بچرخونه. بنابراین به نظر من شغل تمام وقت خوبیه و واقعا هم باید دوستش داشته باشی. یه موضوع رو انتخاب کنین که دوست دارین که بتونی ادامهش بدین. در غیر صورت وسط شدن میمونه دیگه. آره. بنابراین ببینین پس یوتیوبری از نظر من شغله، اگر فکر میکنین که درآمد از نظر خیلی ها شغله. از نظر خیلی آره. تو ایران هنوز اونقدر جا نیفتاده. ببین الان اینفلوئنسری اینستا جا افتاده. یعنی الان به یک مثلا قدیم میگفتی یارو اینفلوئنسر اینستا است، میگفت یعنی دقیقاً چیکاره است؟ نه الان اینفلوئنسر اینستا درآمدهای میلیاردی دارن از اون تبلیغاتی که دارن میگیرن. بنابراین الان کاملا میدونیم دیگه یه شغل فضای مجازی، یه رقیبیه برای تلویزیون و خیلی جاهای ماهواره ها و اینا که تبلیغات بگیرن و اینا روش. حالا ما که ویدیوامو توی یوتیوب خودش روش تبلیغ میاد دیگه، مثل همون برنامه تلویزیونی ما اون برخورد میشه و از اون تبلیغاتی که روی برنامه میاد ما درآمد کسب میکنیم. بنابراین یه شغل خیلی جدیه، وقتم زیاد میبره. اگر کسی میخواد این کارو انجام بده بگم دو سال پول تو جیبت باشه برای زندگی و پر انرژی روی مطلبی که دوست داری وقت بذار و مطلب تولید بکن، حتما نتیجه میده. ما هم بریم دیگه بخوریم، واسه سرد میشه. آقا من مشغول دیدن فوتبالم، بازی استقلال و مثل رفسنجان میگه دوم بله که یکی از بدیهای یوتیوبری در رابطه با فوتبال شما برمون بگو. آقا وقتی برنامه گفتم که برنامه ریزی میکنیم، برنامه ریزی که میکنیم مثلا اون روزی که آفتابیه بعد بری فیلم بگیری، بعد بری فیلم بگیری، ساعتش میفته رو ساعتی که بعد پستو بذاری، بعد پستو بذاری، یعنی نمیتونی برای خودت برنامه‌ریزی بکنی که حتما اینا رو میشینم مرتب ببینم. فردا صبحش که بعد بری فیلم برداری، باز بازی شب رو نمیتونی ببینی. ولی خب میگم وقتی یه شغلی انتخاب میکنی با ایناش باید بسازی دیگه. الان که مریضیم راحت میشنم همه فوتبال رو میبینم. الان یه جوری این مدته یه جوری شده که دیگه کلا فوتبال رو یادت میره. آره دیگه، چون اصلا من غرق کاری آقا هر روز ویدیو گذاشتن واقعا سخته. وقتی هر روز میذاریم
اصل زندگی و تمام برنامه ریزیتون میشه اون هر روز بودنه، بعدش حالا به کارهای دیگه ایشالله اگر رسیدید میرسیم دیگه، سریالی بخوایم ببینیم، بازی فوتبال رو بخوایم ببینیم، ولی اصلش اینه. آقا اینم از ویلاگ روز دوبارمون، ایشالله که حالمون که داره بهتر میشه، خدا روشی. من که بهترم، تو چطوری مینام؟ من هم بهترم، یه مقدار صدامو یکم بیشتر گرفته. آره فکر میکنم شاید اون چرکوینا حرکت کرده رفته شاید پایین‌تر، ولی اینجوریه که مثل که حرکت میکنه بعد میره تو معده و بعد دفع میشه دیگه، اینطوریه دیگه. ان شاءالله که همین مسیر رو طی کنه ما بهتر بشیم، ولی از نظر بدن درد و اینا واقعا حالمون بهتره. ان شاءالله که دیگه کامل خوب میشیم و میتونیم با قدرت ادامه بدیم، ولی حتما حتی اگر 5 روزه 7 روزه هم حالمون، یعنی کرونامون رفع بشه و منفی بشه، بازم بعدش تا یه هفته 10 روز میگن انرژی اون که برین کاریو انجام بدیم اصلا جدی نداریم. اگر ببینیم چه جوری میشه بر اساس اون حالا ویدیوها رو ادامه بدیم دیگه، ان شاءالله که سرپا میشیم، مشکلی نیست. بله بله، خدا بده.